پنجم مهر ماه 1398 خورشیدی و 27 سپتامبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به سخنرانی مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هر کدوم از این سخنرانی ها در چه شرایطی انجام شده، چه گفته شده و چه نتایجی داشته. پرده آخرم آخر برنامه. سازمان ملل متحد محصول جنگ دوم جهانی است. سال 1945 تشکیل شد، 50 کشور عضوش شدند و امروز تقریبا همه کشورهای دنیا عضوشان، 193 کشور. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد افزایش همکاری کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون و جلوگیری از جنگ از طریق سازوکارهایی است که اعمال میکنه. استقرار نیروی ویژه سازمان ملل، کلاهابی‌ها در مناطقی که امکان درگیری‌های مرزی هست، زیر مجموعه هایی داره که موظفن از صلح جهانی پاسداری کنند و همینطور کمک کنند که کشورهای عضو سازمان ملل مسیر توسعه رو در پیش بگیرن، مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حوزه صنعت هسته‌ای یا یونیسف در حوزه آموزش و فرهنگ یک و سازمان زیر مجموعه فراوان دیگر. باری هیئت اجرایی در واقع داره سازمان ملل به اسم شورای امنیت سازمان ملل که نقش هیئت اجرایی داره. کسی نمیگه این هیئت اجرایی سازمان ملله. شورای امنیت، در شورای امنیت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم وزن اصلی رو دارن. آمریکا، شوروی اون موقع و روسیه امروز، فرانسه و انگلیس و البته چین قدرتمند 1,300,000,000 نفری هم به اعضای اصلی و ثابتش اضافه شد و یک جمع دارای حق وتو درست کردن که میتونه درباره جنگ و صلح در جهان تصمیم گیری بکنه. نخستین حضور جمهوری اسلامی در سازمان ملل 26 مهر ماه 1359 بود. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور بود و ممدعلی رجایی نخست وزیر. گودرز افتخار جهرومی که اون موقع عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و همراه رجایی رفت نیویورک، میگه اینکه خود بنی صدر به عنوان رئیس جمهور برای سخنرانی به سازمان ملل نرفت و شهید رجایی برای این کار انتخاب شد، این بود که شهید رجایی مسئول اجرایی کشور بودند و مسئولان نظام بنا به دلایلی شهید رجایی را برای حضور در سازمان ملل انتخاب کردند. دعوا داشتند با بنی صدر. رجایی هم معروف بود که نخست وزیر تحمیلی به بنی صدر. خمینی هم که طرف رجایی رو میگرفت، مثل بهشتی و رفسنجانی، اونا هم همینطور. باری زمانی که رجایی رفت در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کنه، جنگ ایران اصلا قرار بود در رو جنگ صحبت بشه. جنگ ایران و عراق نزدیک یک ماه بود که شروع شده بود و کارکنان دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران یک سال بود که به گروگان گرفته شده بودند. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ما در شرایطی به اینجا آمده ایم که کشورمان در میان آتش ده از سوی دولت بعث نامردمی عراق می سوزد. ما از پشت این تریبون به مردم جهان اعلام میکنیم که تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئه های پیاپی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلابمان میدانیم. من صریحا اعلام میکنم که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه جوابی دندان شکن به امپریالیسم آمریکا دهد. من نمیدونم، معلوم نیست برای چی رجایی رو فرستاده بودن که این حرفا رو بزنه. چی میخواست جمهوری اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل؟ ما تو تمام این 40 سال همین داستان رو داشتیم، حالا خواهم گفت. چی میخواست رجایی؟ یعنی نماینده جمهوری اسلامی ایران. محکوم کردن عراق،
محکوم کردن رؤسای جمهور آمریکا و شعار جنگ جنگ تا پیروزی. برای همینه که وقتی به رجایی میگن قبل از سفرش میگن برای چی داری میری نیویورک، بخونم براتون، میگه این رفتن من فقط و فقط در جهت بیان حالت مسئله است. ما احساس مسئولیت میکنیم برای بیان مظلومیت خودمان و ظلم آمریکا. خبرگزاری سپاه نوشته است نقطه عطف حضور شهید رجایی در سازمان ملل به کنفرانس مطبوعاتی وی برمیگردد، زمانی که رئیس جمهور فقید ایران، البته اون موقع نخست وزیر بود، وقتی رفت در برابر دوربین رسانه‌های جهان پای برهنه خود را روی میز گذاشت و گفت من به مدت 2 سال در زندان‌های رژیم شاه، زندانی کارتر و آمریکا بودم. آثار شکنجه و سختی هایی که در زندان بر من روا شد بعد از 4 سال هنوز بر بدنم نمایان است. من 2 سال تمام ضربات شلاق های کارتر را بر پای خود احساس کردم و این در حالی است که ما با گروگان ها در جاسوس خانه رفتاری کاملا انسانی داریم. نمیگه که اصلا چه حرف امروزی دارد برای آینده و چه خواست مشخصی داریم که بنده نماینده اون نظام باید برم دنبال کنم از راه سخنرانی و ارتباط گیری و مذاکره. دیپلمات‌های آمریکایی تو سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شدن، روابط ایران و آمریکا رسما قطع شده، نماینده ایران آمده نیویورک داره این حرفا رو میزنه. شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ ایران و عراق 17 قطعنامه داد که اولیش 6 روز بعد از شروع جنگ بود، قبل از اینکه رجایی بره نیویورک. در نخستین قطعنامه، قطعنامه 479 شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی از تهدید صلح مطرح شده بود و از 2 طرف خواسته شده بود که آتش بس کنند و سر میز مذاکره بشینند. بدیهی است که نه گوش صدام بدهکار بود که مست پیروزی ها و اون جنایت های اول جنگ بود و نه گوش خمینی که حرفاشو ممدلی رجایی تو شورای امنیت زد. آقای بهزاد نبوی از کله گنده های اصلاح طلب امروز که همراه رجایی بود در نیویورک میگه عده اصرار داشتن رجایی در چارچوب شورای امنیت سخنرانی کند، اما بعد از سخنرانی همان افراد آمدن و اظهار پشیمانی کردند و گفتند رجایی دارای نبوغ خاصی است. بابا مخ اصلاح طلبمونه، رجایی داره نبوغ خاصی سن سخنرانی کردین. این نبوغ خاص تا امروز ادامه داره. هر چند سال یه بار در هیئت یکی از رؤسای جمهور اسلامی که به سازمان ملل میرن. حالا یکی یکی این نوابغ رو بیشتر میشناسیم. دومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 514 بود که 21 تیر ماه 1361 صادر شد. 1.5 ماه بعد از آزاد شدن خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی. با آزاد شدن خرمشهر شرایطی فراهم شده بود که ایران بتواند غرامت قابل توجهی از عراق و متحدین عرب او به ویژه عربستان سعودی دریافت کند. عربستان پس از آزادی خرمشهر پیشنهاد کرد تا غرامت جنگ توسط کشورهای عربی به ایران پرداخت شود و عراق نیز خاک ایران را که هنوز بخش‌هایی از آن را در تصرف داشت ترک کند. به گفته اسپنسر تکر، نویسنده دانشنامه جنگ‌های خاورمیانه، مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده و خواهان 150 میلیارد دلار غرامت به جای 70 میلیارد دلار پیشنهادی عربستان بودند و نیز پایان جنگ را مشروط به برکناری صدام حسین از قدرت کردند. هاشمی رفسنجانی تو خاطرات روز 15 اسفند 1360 خودش نوشته وابسته نظامی ایتالیا گفت کشورهای نفتخیز منطقه مایلند 60 میلیارد دلار خسارت جنگ را از طرف صدام به ایران بدهند و ایران از شرط سوم که کیفر صدام است منصرف شود. قطعنامه‌ای هم شورای امنیت سازمان ملل صادر کرده بود، قطعنامه 514 که اشاره کردم در 21 تیر 61،
مفادش این بود، به ویژه دو بند اولش که در واقع اصل این مفاده، یک، شورای امنیت خواهان آتش بس و خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی است. دو، خواهان عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی است. سه، گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها اعزام میکند. این قطعنامه رو نمیپذیره جمهوری اسلامی، چون خمینی تازه صدام از خرمشهر بیرون کرده، میخواد جنگ تا رفع فتنه در عالم ادامه پیدا کند. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. این غیر از اونیست که ما میگیم، ما یه جزء کوچکیش را گرفتیم، برای اینکه خب ما یه دایره خیلی کوچکی از این دایره عظیم واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرض کنید بالاتر از اون. اون چه قرآن میگد این نیست، اون میگد جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشد. با ادامه جنگ شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه دیگه صادر میکنه تا 29 تیر 1366 که قطعنامه 598 صادر شد. متن قطعنامه 598 یک اختلاف اساسی با قطعنامه های قبلی داره. تو قطعنامه 598 موضوع مسئولیت درگیری و جنگ برای اولین بار مطرح میشه، یعنی راه رو برای اون چیزی که جمهوری اسلامی روش تاکید میکرده، یعنی تعیین متجاوز، باز میکنه. ولی باز جمهوری اسلامی نمیپذیره. علی خرم نماینده سابق ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل میگوید وقتی شورای امنیت متن قطعنامه 598 را تدوین میکرد از ایران هم خواست در این کار مشارکت کند، اما مسئولان ایرانی در جلسات مربوطه حضور نیافتند، چون آن موقع پیگیری اهداف سیاسی به عنوان کفر ابلیس نگریسته میشد. ورود به حوزه سیاسی دیپلماسی از سوی برخی به عنوان مرعوب شدن، وادادن و بی‌غیرتی محسوب می‌شد. قطعنامه 598 کی صادر شده بود؟ 29 تیر 66 1366. سخنرانی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور وقت 6 هفته، یک ماه و نیم بعد از صدور قطعنامه 598 در سازمان ملل بود. قبل از اینکه خامنه‌ای را بیفته بره نیویورک، خمینی سخنرانی کرد، گفت هم اکنون که به مرز پیروزی مطلق رسیده ایم و قدم‌های آخرمان را برمی‌داریم، صدای ناآشنای صلح طلبی آن هم از کام ستمگران و جنگ افروزان به گوش می‌رسد. زمانی بود که جمهوری اسلامی جزیره فاو رو که برای عراق خیلی مهم بود، از مراکز مهم نفتی عراق، اینو گرفته بود. خامنه ای تو سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی قطعنامه 598 رو قبول نمی کنه. خودداری از محکوم کردن عراق به عنوان متجاوز، آتش جنگ تحمیلی را مشتعل نگه داشته و حتی گسترش داده است. آیا قطعنامه 598 فقط برای فشار بر جمهوری اسلامی تهیه شده است؟ ببینین، درست یک سال بعد از این که شنیدین، جمهوری اسلامی همین قطعنامه رو پذیرفت که زمانی که عراق فاوو که گرفته بود هیچ، باز در موقعیت برتر قرار گرفت و همه مناطق عراقو که ایران سال 66، یک سال قبل از اینکه بپذیره قطعنامه رو، گرفته بود، از ایران پس گرفت. بعد 25 تیر 67 رو، یک سال بعد از صدور قطعنامه 598،
امام خمینی نامه‌ای نوشتن به مسئولان جمهوری اسلامی که من جام زهر را سر کشیدم و قطعنامه 598 قبوله. ببینین من یکی دو سه نکته بگم اینجا که دیگه از موضوع جنگ ایران و عراق که اون موقع موضوع اصلی سخنان یا رؤسای جمهوری اسلامی ایران قاعدتاً میبایست در مجمع عمومی سازمان ملل میبود، به هر حال از این موضوع خارج بشیم. دو سه نکته که میخوام عرض کنم، یکیش این است که تریبون سازمان ملل برای مسئولان جمهوری اسلامی یک فرصت برای طرح مسائل مشخص بین المللی نیست و به رخ کشیدن وضعیت داخلی کشور و گزارش دادن در واقع از وضعیت داخلی کشورشون به جهان نیست. این چیزه یه منبره، دقیقا انگار طرف داره تو مسجد وعظ میکنه، مردم رو نصیحت میکنه به راهی که او میگه برن. یک خط کلی هم هست در همه سخنرانی های مسئولان جمهوری اسلامی در سازمان ملل از اول تا حالا، یه ظرفی درست میکنن به اسم نظام استکبار، نظام سلطه، توش همه چی میتپونن، بهش میگن دشمن، بعد بهش شلیک میکنن تو این سخنرانی. هر چیزی که متعلق به فرهنگ و سیاست غربه میره تو این ظرف. یک سخنرانی خامنه ای رو بشنوین تا دستتون بیاد منظورم چیه، حالا بعد بقیه سخنرانی هم اشاره خواهم کرد. اما سخنرانی 31 شهریور 1361 در مجمع عمومی سازمان ملل: ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه جدی آغاز کنیم، باید بنیان خانواده را محکم و نخستین و اصلی ترین پرورشگاه آدمی را کانون محبت، صفا، عاطفه و معنویت سازیم، باید حراست از حقوق و ارزش‌های زن را مورد تأکید قرار داده در معیارهای کنونی آن که ساخته دست و پندار همین نظام سلطه است تجدید نظر کنیم و زن را جدن از وسیله‌ای برای التزاز که فرهنگ سلطه عملاً که فرهنگ سلطه غرب عملاً بر او تحمیل کرده رها سازیم. زن یک عالم، یک سیاستمدار، یک مدیر، یک شخصیت برجسته و برتر از همه یک همسر و یک مادر آری، اما یک وسیله برای کامجویی و سرگرمی نه. این است اون چه خواهد توانست به نیمی از بشریت هویت و شخصیت حقیقیش را اعطا کند. مبارزه جدی با فساد 40 ساله که داره تو جمهوری اسلامی انجام میشه. میگم روزه اینه دیگه، یعنی آخون روزه که میخونه یعنی دروغ میگه، حقه بازی میکنه، در حال اونجا در مرکز جهانی. درباره زن و حقوق بشر هم همینطور، از زهرا خانومای یا فاطمه اون موقع یا فاطمه کمانده های امروز یا روسری یا توسری گرفته تا انبوه دخترهای نوجوانی که به خاطر یه روزنامه داشتن تو زندان له میشدن. همون موقع که آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وقت داشتن تو مجمع عمومی سازمان ملل این حرفا رو میزدن که شنیدین هزاران دختر بچه و پسر بچه تو زندونای جمهوری اسلامی اعدام میشدن. سال 60 و 61 سال وحشت بود واقعا. هر که اون سالها رو زندگی کرده میفهمه من چی میگم. یک سوم، حدود یک سوم سخنرانی خامنه‌ای تو سازمان ملل در مزیت دین اسلام بر بقیه ادیان بود. بقیهش در مورد جنگ ایران و عراق بود و حمله به همون ظرفی که گفتم به اسم نظام سلطه و استکبار جهانی و از این حرفا. چیزی که توش نیست موضوع همکاری بین المللی با بقیه کشورها و امنیت و صلح، یعنی دلیل وجودی سازمان ملل. پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌های جهان سوم و نیز به ملت‌هایی که دولت‌های آنان خود به وجود آورندگان نظام سلطه اند این است که دنیا بیش از این نباید این وضع ناهنجار را تحمل کند. پیام ما به دولت‌های جهان سوم آن است که تا نظام سلطه و وضع کنونی باقی است در راه اتحاد میان خود بکوشند. این بهترین راه برای قوی شدن است. سلطه‌های جهانی جز قوت و قدرت
هیچ نمیفهمند و در برابر زبان قدرتی که آنان به کار میگیرند با زبان قدرت باید سخن گفت. صریح میگه اومدیم به هم بزنیم قواعد بین المللی رو با زبان قدرت. منظور جمهوری اسلامی از زبان قدرت میدونیم دیگه، یعنی زبان زور. یه پرانتز هم بذاریم باز کنم اینجا، مربوط به اعتراض ایرانی‌های خارج از کشور به حضور مسئولان جمهوری اسلامی در مجامع عمومی سازمان ملل، که هر بار که نماینده از جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل سخنرانی داره، در تمام طول این سال‌ها تظاهرات اعتراضی ایرانی‌های مقیم آمریکا تو نیویورک و بعضی شهرهای دیگه آمریکا برگزار شده است، که در یکی از اینا در 29 شهریور 1366 نیوشا فرحی شاعر و نویسنده در اعتراض به حضور علی خامنه‌ای در نیویورک و در سازمان ملل خودش جلو ساختمان فدرال لس آنجلس آتیش زد و نهایتاً درگذشت. و نکته‌ای که اینو دوباره برجسته کرده امسال، در گذشت همین امسال پدر نیوشا فرحی، فرهنگ فرحی است که همزمان شد با حضور حسن روحانی در نیویورک. فرهنگ فرحی حتما میشناسین، از روزنامه‌نگاران قدیمی و از مخالفان جمهوری اسلامی بود که چند روز پیش درست 32 سال بعد از خودسوزی و درگذشت پسرش نیوشا فرحی درگذشت. باری شاید زیادی دمم زدم جاده خاکی. بعد از خامنه ای رفسنجانی شد رئیس جمهور. در مدت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی او در هیچ یک از مجمع‌های عمومی سازمان ملل شرکت نکرد. دلایل مختلفی در مورد عدم حضور او مطرح می‌شود که برخی از آنها به اتهام‌های مطرح در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در ترورهای خارج از ایران اشاره دارد. دوره هاشمی رفسنجانی می‌دونید دوره بیشترین ترور مخالفان و منتقدان در خارج از زندان‌ها بود. یعنی تو زندان‌ها که بیشترین کشتارها با دستور مستقیم خمینی انجام شدمون دهه 60 به طور کلی، سال 60 تا 67. دوره رفسنجانی از ترور شاپور بختیار گرفته تا قاسملو و شرفکندی در خارج از ایران، تا ترور روشنفکران نویسندگان در داخل کشور، که تا سال نخست ریاست جمهوری خاتمی هم ادامه داشت. تو چند کشور پرونده های علیه هاشمی رفسنجانی به دلیل نقشش در ترور مخالفان باز شد، که دست کم در یکی از اونا اسمش در شمار متهمان اصلی اعلام شد. حکم دادگاه میکونس در آلمان که به ترور دکتر شرفکندی دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران مربوط بود اعلام کرد صراحتاً که کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی که سید علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی عضوان هستند دستور ترور را صادر کرده است. بعد از هاشمی رفسنجانی محمد خاتمی در شرایطی شد رئیس جمهور که میگم اینو ببینید، بعد میرسیم مقایسه کنیم با شرایطی که روحانی شد رئیس جمهور بعد از احمدی نژاد. در شرایطی شد رئیس جمهور محمد خاتمی که 3 ماه قبلش حکم دادگاه میکونس صادر شده بود، همه کشورهای اتحادیه اروپا سفرهای خودشون از ایران فرا خوانده بودند، روابط دیپلماتیک کلن با جهان غرب قطع شده بود، و 1 سال قبل از اینکه خاتمی بشه رئیس جمهور، یعنی 4 تیر 75، پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر الخبر عربستان هدف انفجار انتحاری قرار گرفت. 19 سرباز آمریکایی کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی مسئول این عملیات تروریستی شناخته شد. 2 سال قبلش 27 تیر ماه 73 انفجار آمیا پیش آمده بود در مرکز یهودیان آرژانتین که 85 کشته و بیش از 300 نفر زخمی داشت. جمهوری اسلامی متهم شد و دادستان آرژانتین اعلام کرد که دستور انفجار از تهران آمده و مجری این طرح تروریستی یک گروه از حزب الله لبنان بوده، که میدونید عماد مغنیه عزیز خامنه ای و قاسم سلیمانی مسئول این عملیات بود که بعداً اسرائیل کشتش. عماد مغنیه مسئول تیم عملیاتی حزب الله لبنان بود که بسیار نزدیک به قاسم سلیمانی فرماندهی نیروی قدس سپاه عمل میکرد. دوره رفسنجانی اسفند
1373 و اردیبهشت 1374 بیشترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شد و اعمال شد. دوره بیل کلینتون، ممنوعیت هر گونه تجارت آمریکا با ایران، ممنوعیت سرمایه گذاری هر شرکت خارجی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنه، شرکت‌های آمریکایی یا خارجی به طور کلی، آمریکا که مطلقاً ممنوع، خارجی هم به این صورت که عرض کردم. رئیس جمهور شدن خاتمی در واقع نیاز جمهوری اسلامی بود برای نجات نظام مقدس. سال 1377 خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل، ببینید دیگه، این سخنرانی رو میکنه: به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنم که به عنوان گام اول سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شود، با این امید که با این گفتگو نخستین گام‌های ضروری برای تحقق عدالت و آزادی جهانی برداشته شود. از والاترین دستاوردهای این قرن پذیرش ضرورت و اهمیت گفتگو و جلوگیری از کاربرد زور، توسعه تعامل و تفاهم در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و تقویت مبانی آزادی و عدالت و حقوق انسانی است. استقرار و توسعه مدنیت چه در صحنه کشورها و چه در پهنه جهانی در گرو گفتگو میان جوامع و تمدن‌ها با سلایق آراء و نظرات متفاوت است. این روزخونی خاتمی تو خود ایران جواب نداد که هیچ. خاتمی به قول خودش آبدارچی رهبر معظم بود، بعد به طور کلی خودش ممنوع شد. همین روزخونه خندان جور در نمیاد این حرفا با ذات جمهوری اسلامی. مدنیت با سرکوب اجتماعات و آزادی بیان، با کشتار دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تو همون دوره خاتمی در تیر ماه 78 از پشتمون مینداختن، از تراس مینداختن پایین، که حتی تو مجلس بحث شد این حرفا البته. و اصلا ریاست جمهوری خاتمی البته در همون اوائل دوره اولش مصرف خارجی تا حدودی داشت برای جمهوری اسلامی، باعث شد که بخشی از تحریم علیه جمهوری اسلامی برداشته بشه و پیشنهادی هم که فرمودن سال 2001 رو سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها نامید و از این جور تبلیغات و اینا. ماجرای برجای دوقلو و القاعده، 20 شهریور 1380 انفجار تروریستی برج‌های دوقلو در نیویورک و حمله به ساختمان پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، همزمان چند هزار نفر کشته میشن، نزدیک 3000 نفر کشته و 6000 نفر زخمی. القاعده به رهبری بن لادن مسئولیت حمله رو به عهده میگیره. در افغانستان حکومت طالبان برقراره که رسما میزبان بن لادنه. آمریکا از طالبان رسما میخواد که بن لادن رو تحویل بده. حکومت طالبان تحویل نمیده، مخالفت میکنه. 15 مهر 1380 یعنی 26 روز بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکا حمله میکنه به افغانستان و حکومت طالبان رو ساقط میکنه. زمانی است که 4 سال از عمر دولت خاتمی میگذره، حدود 4 سال. جمهوری اسلامی در حمله آمریکا به افغانستان با آمریکا همکاری میکنه و همچنان سعی میکنه سیاست تنش زدایی با غرب رو پیش ببره. عملاً البته مهمترین چیزی که جمهوری اسلامی به غرب میده فرصت برای بازیابی و بازسازی خودشه. با این کارش فقط فرصت میده. مرداد 1381 فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افشا میشه. در بارها گفتیم دیگه، در کنفرانس خبری که سازمان مجاهدین خلق تو پاریس برگزار میکنه، طبق گزارش شورای ملی مقاومت، جمهوری اسلامی به طور مخفیانه در نطنز تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را انداخته و در عراق تأسیسات راکتور آب سنگین برای تولید پلوتونیوم، ماده اصلی ساخت بمب اتم. خب پرسش ها در پیوند با مخفیکاری خطرناک جمهوری اسلامی دوباره شروع میشه، این بار بسیار جدی‌تر چون به تولید بمب اتمی ارتباط داره.
رفت آمدهای دیپلماتیک و مذاکره و تهدید و تطمیع که دیگه جای بحثش تو این برنامه نیست، تا 6 ماه بعد 20 بهمن 1381 همین آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت اعلام میکند که چرخه سوخت هسته‌ای برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر رو متخصصان ایرانی را انداختن. حالا بیشین تا بیاد. همین روند فارغ از جلز و بلز وزیران خارجه کشورهای اروپایی تو مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه تا فروردین 1385 که نابغه هزاره سوم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت میگه جمهوری اسلامی غنی‌سازی انبوه تا میزان 3.5% میکنه. 26 بهمن 1390 هم اعلام میکنه که ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده محقق شده است الحمدلله. تو همه مذاکرات هسته‌ای با غرب همین حسن آقا روحانی امروز این ریختی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و طرف مذاکره. حالا بعدا میرسیم به روحانی. تو این فاصله به دلیل فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی که یعنی از زمان در واقع افشاش تا همجوری که میاد جلو و هر روز یک گوشش بیرون میافتاد، تحریم‌های وسیع بین المللی علیه جمهوری اسلامی وضع میشه و قطعنامه‌های پی در پی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر میشه، تقریبا همش دوره احمدی نژاد که اصلا نمیفهمید تحریم و قطعنامه شورای امنیت یعنی چی، میگفتن کاغذ پاره است و این چیزا. سال 1384 سه ماه بعد از شروع اولین ریاست جمهوریش احمدی نژاد برای اولین بار میره نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه و خیلی هم جوگیر میشه. اینا که حتما دیدین دیگه، تو اون سخنرانی بود که حاله نور میبینه و بعد میبینه که رهبران جهان از خود بی خود شدن و اینا. بعد میره برمیگرده ایران، میره قم، میره خونه جوادی آملی، ماجرا رو بهش میگه و بعد من نمیدونم چرا میگه من همچه حرفی نزدم. یادتون هست حتما ماجرای حال اینو چی بود؟ این ماجرای رئیس جمهور بیان بله احمدی نژاد گفته است ما کیا چرزیم حال نور ما نورمون کجا. واقعا این بابا مشاعرش میزونه. 8 سال رئیس جمهور بوده به همراه آقای امام خامنه ای و همین امام خامنه ای 8 بار فرستادش مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی. آخه این جهان و این سازمان ملل چه گناهی کرده که باید مسخره این آدم ها بشه؟ اولین سخنرانی سال 1384 زمانی بود که صحبت فک پولم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز بود که پولم کرده بود آژانس اینها رو و بعد جمهوری اسلامی رفت اینا رو فک پولم کرد و برای از سرگیری غیرقانونی غنی‌سازی اورانیوم. رسانه‌های غربی و همچنین رؤسای جمهور و وزرای خارجه کشورهای غربی که از چند روز پیش خبر احتمال از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در ایران را شنیده بودند با کنجکاوی زیاد به دنبال پیگیری پیشنهاد ویژه احمدی نژاد بودند که خب می‌خواد چیکار کنی حالا این کارا رو دارین می‌کنین شما تو که نماینده جمهوری اسلامی هستی. اما آقای احمدی نژاد در سخنرانیش دعای فرج امام زمان خواند و گفت اسرائیل باید خلع سلاح شود، چرا ما؟
یه سال بعد که رفت نیویورک گفت هولوکاست افسانه است، نسل‌کشی میلیون ها یهودی در جنگ جهانی به دست هیتلر، نازیسم و فاشیسم. گفت باید دوباره تحقیق کرد درباره هولوکاست و به موجودیت کشور اسرائیل حمله کرد، یک کشور دیگه عضو سازمان ملل، و بعد دیگه حرفای زد که خودتون بارها شنیدین دیگه. از روزخونی های احمدی نژاد که با تهدید آشکار و در واقع اعلام جنگ علیه جهانه بشنوید. دوران تاریکی ها پایان میپذیرد. اسیران به خانه های خود بر میگردند. سرزمین های اشغالی آزاد میشود. فلسطین و عراق از سلطه اشغالگران آزاد میگردد. مردم اروپا و آمریکا از فشار صهیونیست ها رهایی خواهند یافت. بدون تردید موعود امم و مصلح کل و نجات نهایی و آخرین پیک آسمانی به همراه حضرت مسیح و سایر مصلحان می آید و همراه همه خداپرستان، عدالت طلبان و مهرورزان آینده درخشان را برپا و جهان را پر از عدل و زیبایی خواهد کرد. این وعده خداست و وعده خدا تخلف نمی پذیرد. یکی از دستاوردهای احمدی نژاد تو سفراش به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل این بود که هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف همینطوری در روند سخنرانی صندلی‌ها رو خالی می‌کردن. هیئت‌های نمایندگی 130 کشور سالن رو ترک کردن تا هر سخنرانی این نابغه هزاره سوم. سال 1389 سخنرانی احمدی نژاد. در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد. مهمترین اسناد اتهام چند گذرنامه که از میان حجم عظیم خرابه ها پیدا شده بود و یک نوار ویدئویی از یک شخص بود که محل سکونت او نامعلوم است، ولی اعلام شد که قبلا در تجارت نفت با برخی مقامات آمریکایی مشارکت داشته است. این گونه وانمود شد که به دلیل آتش سوزی و انفجار از عاملین انتحاری اثری به دست نیامد. که همینجوری بی سند حرف میزنه. اگه نتانیاهو میاد اونجا حرف میزنه، علیه جمهوری اسلامی میاد اسناد رو رو میکنه، اسناد ارائه میده، اسناد بعد میخوان به چالش بکشنش، اسنادش به چالش میکشن. همینجوری وقتی هم میخوان روزه نخونن، دعای فرج نخونن، فقط نمک رو زخم جنایت دیده ها میپاشن. 3000 خانواده آمریکایی که بستگانشون تو 11 سپتامبر از دست دادن، فقط بذر کینه از جمهوری اسلامی رو اینجوری، خب خود جمهوری اسلامی به دست خودش بیشتر تو مردم آمریکا میتونه پخش کنه. این نماینده جمهوری اسلامی در 8 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود، درست چیزی که خامنه ای میخواست باشه. اون چیزی که من امروز باید عرض بکنم به دوستان در درجه اول خدا قوتیست. یک نکته دیگر هم که من در مورد این دولت در طول این 8 سال مورد نظرم بود و بارها هم
اشاره کردم به اون این است که این دولت به حمدالله توانست که شعارهای انقلاب رو سر دست بگیره. این دولت که شعارهای انقلاب رو سر دست گرفته در سیاست خارجی باعث شد که به قول حسن روحانی اجماع جهانی برای حمله نظامی به ایران به وجود بیاد. موقعیت ایران در جهان شبیه موقعیتی بود که محمد خاتمی شد رئیس جمهور. انزوای جهانی ایران در اواخر دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و اوایل ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در آمریکا. روحانی که شد رئیس جمهور به دلیل اینکه فعالیت‌های مخفی هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی رشد بی سابقه کرده بود و بی‌پروایی جمهوری اسلامی در کمک مالی و تسلیحاتی و آموزشی به گروه‌های تروریست در پنج قاره جهان، میگم اینا رو من تیتروار میگم چون بارها تو این برنامه صحبت کردیم، هر وقت هم وقتش که شما صحبت میکنیم تکرار میکنیم اینا رو دیگه میدونید خودتون که نیروی قدس چه کرده و چه داره میکنه و سفارت خونه های جمهوری اسلامی. باری جمهوری اسلامی باز در انزوا و مخمصه جهانی گیر کرده بود. نخستین سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بعد از اون 8 سخنرانی احمدی نژاد و دیگه سیاست‌های خارجی اینجوری پرچم عدالت رفته بود تو دست بالا و اینا، نخستین سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل برای نجات از اون موقعیت بود، مثل اولین سخنرانی خاتمی در سازمان ملل. جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری بین المللی در اعمال این حقوق، آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای اعتماد سازی متقابل و رفع دوسویه ابهامات از طریق شفافیت کامل می باشد. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم. در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب، می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. این سخنرانی است بعد از دوره احمدی نژاد، دیگه حواستون باشه. مذاکرات دو جانبه بین ریاست جمهوری آمریکا و ایران هیچ وقت انجام نشد، فقط یک گفتگوی مستقیم تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور در طول تمام 40 سال گذشته. یک مکالمه یک ربعی بود که بین اوباما و روحانی اتفاق افتاد، 5 مهر 1392 که روحانی داشت برمیگشت به ایران در پایان سفرش به نیویورک. تیر ماه 94 معاهده برجام امضا شد بین جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا و 5 به اضافه 1 عضو دائم و دارای حق وتو شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و انگلیس به اضافه آلمان. قطعنامه های سازمان ملل که مربوط به برنامه های هسته‌ای ایران بود همه لغو شد. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هم لغو شد در حوزه های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه و اینها. و 1,700,000,000 دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا به جمهوری اسلامی داده شد. در برابر همه اینا، در برابر محدود کردن فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیشرفتن به سمت تولید بمب هسته‌ای، دونالد ترامپ که شد رئیس جمهور در 18 اردیبهشت 1397 یکی از وعده های انتخاباتش عملی کرد، از برجام خارج شد. علت مسئله توافق هسته‌ای یه مسئله تخیلی بود. اینکه یک رژیم خشونتبار بخواد دنبال یه برنامه صلح‌آمیز بره. امروز ما مدارک و شواهدی داریم که این وعده و وعید ایران دروغ بود. هفته پیش
اسرائیل مدارک اطلاعاتی که پنهان شده بود توسط ایران منتشر کرد که نشون میده نتیجه‌گیری دقیق میکنه رژیم ایران و تاریخ این که دنبال و جویای و پویای تسلیحات هسته‌ای بوده. این یک توافق فاجعه بار یک طرفه بود که هرگز هرگز نبایستی به دست می اومد. سر به همراه نیاورد، آرامش به همراه نیاورد و هرگز نخواهد آورد. از سالهایی که این توافق حاصل اومده بودجه نظامی ایران 40% افزایش پیدا کرده، اقتصادش خیلی در وضع بدی قرار داره. بعد از اینکه برشیده شد تحریم ها، حکومت دیکتاتوری ایران استفاده که از پولی که به دست آورده بود برای اینکه موشک های قابل حمل کلاهک هسته ای بسازه تروریست رو اشاعه داد و هرج و مرج در خاورمیانه ایجاد کرد و فراسوی خاورمیانه به قدری بعد مورد مذاکره این توافق قرار گرفت که حتی اگه ایران کاملا پیروی کنه رژیم میتونه همچنان در آستانه یک دستیابی به سلاح هسته‌ای باشه در یک مدت بسیار کوتاهی. تحریم‌های آمریکا دوباره برگشت و بیشتر هم شد. تو این چند ماه گذشته به ویژه بحران بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باز شدت گرفته با اتفاقایی که تو منطقه خلیج فارس افتاده. آقای ممدلی ابتهی توییتی زده است، معاون محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. یه روز قبل از سخنرانی هفته پیش روحانی در سازمان ملل این توییت منتشر کرد. نوشته امسال روحانی با پشتوانه ساقط کردن پهپاد آمریکایی، کشتی انگلیسی، اتهام حمله به آرامکو، سقوط گروه بی و عازم سازمان ملل است، UN است. دستش خالی نیست. از این اتفاقات باید برای گشایش و رفاه مردم ایران و کم کردن تحریم ها دستاورد عملی داشته باشد. خدا کمکش کند انشاءالله. ببینین دیگه صریح تر از این نمیشه گفت که راهزنی گردنه باج میخوان دیگه، مثل همیشه غربی ها میگن دیگه باج نمیدیم. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نوشت جهان از تعرض رژیم ایران میترسد و به نوعی باج میدهد تا خشونت ایران از این بیشتر نشود، اما باید همه تلاش کنیم و این روند را متوقف کنیم. یکم مهر ماه 1398 سه قدرت اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان تو همین جریان مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه مشترک بعد از اینکه ایران رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان اعلام کردند نوشتند وقت آن رسیده است که ایران یک مذاکرات مفصل و طولانی را بر سر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و مسئله امنیتی منطقه بپذیرد. این همون چیزی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وقتی از برجام خارج شد گفت ما دنبال توافق بیشتریم و همچنان میگه توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و امنیت منطقه. روحانی تو سخنرانیش تو مجمع عمومی جواب داد دیگه. من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام میکنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. اگر پاسخ آری از ما می‌خواهید، همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند، تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است. اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید، به رسم آن بازگردید. نه دیگه، نه فقط اصلا قائل به مذاکره نیست به دلیل دستور رهبر معظم، خواهان انزوای بیشتر ایران. اینا حالا اینکه دنبال چی هستن و باز میگم بحثش الان نیست. ببینین و برای اینکه روشن‌ترتون بکنم، سخنرانیش روحانی طوری شروع میکنه که شما فکر مونین میخواد اسم ایرانو بگه، ولی گوش کنین. خانم ها، آقایان، خاورمیانه در آتش جنگ، خونریزی، تجاوزگری، اشغالگری،
تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افراطی‌گرایی می‌سوزد و بزرگترین قربانی چنین شرایطی ملت مظلوم فلسطین است. تبعیض، تصاحب زمین‌ها، شهرک‌سازی و کشتار همچنان ادامه دارد. طرح‌های تحمیلی آمریکایی صهیونیستی مانند معامله قرن، تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و الحاق بلندی‌های جولان به دیگر سرزمین‌های اشغالی قطعاً محکوم به شکست است. اینجوریه که مردم تو ایران وقتی میریزن بیرون با همه نفرت و عصبانیتشون شعار میدن فلسطین رو رها کن، فکر به حال ما کن. حالا البته خودشون باید یه فکر به حال خودشون بکنن. خواهد تو سر این رئیس جمهور مملکتی که چند ساعت بعد از همین سخنانش تو سازمان ملل فرمان ممنوعیت ورود او و بقیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و خانواده هاشون به همین آمریکا صادر میشه. چهارشنبه سوم مهر، همین مهر 98، فرمان ریاست جمهوری آمریکا برای ممنوعیت و محدودیت ورود مسئولان جمهوری اسلامی و خانواده هاشون به آمریکا صادر شد. متن مقدمه فرمان کوتاه عرض میکنم خدمتتون. حکومت ایران حامی تروریسم است و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن از تروریسم حمایت میکند و در عملیات تروریستی مستقیما دخالت دارد. حکومت ایران شهروندان آمریکایی را خودسرانه زندانی میکند، در ایجاد بحرانهای انسانی نقش دارد، همسایگانش را تهدید میکند، کشتیرانی بین المللی را تهدید میکند و به حمله های سایبری ویرانگر دست میزند. این رفتارها صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و ورای آن را تهدید میکند. بنابراین تعلیق یا محدود کردن مجوز ورود مقامهای ارشد حکومت ایران و خانواده های آنان چه مهاجرتی و چه غیر مهاجرتی به ایالات متحده به نفع آمریکاست. در این مورد هفته آینده برنامه خواهیم داشت. بریم پرده آخر. کسی که مادر ابوالفضل میخواد بشه شما فکر میکنید یه زن معمولیه؟ بگه میشه همچین چیزی؟ نور میاد در وجودی که قابلیت نوری داره. نور بباید به نور باشد همسر. این خاندان اصلا مثل من و شما از منی و آب نطفه و اینا نیستن ها. سفت اینو عقیده داشته باش. از نور حق هم. مادر و رحم مادرشون هم مثل زنهای معمولی نیست. تولد زنها رو دیگه توضیح نمیتونم بدم. از مجرای حیض بچه به دنیا میاد، اما اهل بیت از پهلوی مادر به شکل نور در میان. مجرای خروجشون هم طهر و پاکه. مال اینه که امام خونش پاکه، بولش هم پاکه. درست شد؟ این خاندان آقا بافتشون نوره، اونم نور بالا. شب و روزگار خوش.